سلام، صبحتون بخیر. با یه ولاگ دیگه بالاخره رسیدم شهر بعدی، شهر نورالیا. یه حال هوای خیلی خیلی خوشگلی داره اینجا و اینکه یه حالت اروپایی طوری داره. یه قسمتی هست بهش میگن انگلیش تاون که سبک خونه های انگلیسی ساخته شده و اینجایی که اصلا میدون اصلی شهر نماد بودا رو داریم، ترمینالشه. و از اینجا که میاد یه نماد خیلی خیلی مهمیه توی نورالیا که همون ساختمون اداره پست اینجاست که حالت نوستالژیک حفظش کردم. بسیار زیباست محیطش و فقط بریم یه ذره جلوتر، از جلوترم بهتون نشون بدم. و یه دریاچه خیلی خیلی خوشگل که اصلا یکی از دلایلی که من اومدم تا اینجا اینه که برم اون دریاچه رم ببینم. و این قسمت هم همین اداره پستیه که گفتم و فکر نمی کنم که الان هم فعال نیست و بیشتر حالت نمادین داره. حالا بازم می پرسم که ببینم چطوریه. هلو، سوری، دیس پست آفیس از استیل ورکینگ اور جاست سیمبولیک؟ دی آفیس یو اوسو دونت نو. یا آره خلاصه ایران. یس. خلاص اینم اداره پستی. وات؟ I will go to Kandy. I want to say yeah. Just go around and. آره این اداره پست رو با هم دیگه ببینیم. و نماد بودا که توی بهترین جای اینجا قرار داره. واقعا منظره خیلی فوق العاده زیباییه. از همون لحظه اول که وارده شهر نورالیا میشی یه حال هوای کاملا متفاوته و سبک معماری خیلی جذابیه. هوا اینجا نسبت به شهر قبلی که شهر الا بود باز هم اینجا سردتر هواش و بی نظیر هوا تمیز. نمیدونم چطوری بگم دیگه، اونقدر زیبایی این شهر همون لحظه اول جلب توجه میکنه. این منظره آخه پست آفیس، اداره پست به این خوشگلی با این ویو آدم دلش میخواد هر روز بره اداره پست. بریم با هم دیگه جاهای دیگر هم ببینیم. اینجا به همون سبک انگلیسی دارن با نو تنکس با اصل بعضی پولیس هاشون و دوهای محلیشون. Thanks. You can go inside race course Maidan. Very grass track. Okay, great. I put it bag, you can use it. You can go with sportroom. No, thanks. I'm just working, but it's very nice. You're from? Iran. Yeah. Iran, you can go to the mountain. Very beautiful. Yeah. I just want to go to the lake. Oh, you want the lake? I drop lake. Yeah, thanks. It's near. Thank you. I drop lake. Thanks. Oh, flowers. Thanks, Boa. Today is the function that goes. What? The temple today function. Ah, really? When it start? 10 o'clock. 10 o'clock? Yeah. Okay, great. I will back. Great. Okay. Okay. What's this? It's, the apple. The Sri Lankan apple. Apple? Now I drink. I can eat? Yeah? Can. You see? Same again. آقا یه چیزی به ما داد، میگه اینا سیب سریلانکایی، سیب سریلانکاییه. یه مراسمی دارن اینجا. هلو هلو. Yeah.
morning. Morning. میرن واسه یه عبادت توی معبد. Morning. عبادت میبرن توی معبد. اینم اوگلت میری جوین نه. خدای خوشگل خوشگلی که در معبد. Good. You are going to the temple? Yeah. Today is a very important day because today we celebrated the Sri Lankan national hero. Anagarika Dharmapala, peace and freedom fighter against the British invasion of Sri Lanka. Yeah. He is a national hero. Today is 170th birthday. This ceremony conducted here. اینجا هم یه حالت بازار محلیشونه و خیلی هم همه جا دوباره اسب سری لباس و اینا دارم میفوشن اینجا ها. اینجا تنها شهریه که توی این مدتی که دارم سفر میکنم توی سریلانکا لباسای گرم و کلاه و اینا میبینم و اکثر مردم هم لباسای گرم و کاپشن و اینا پوشیدن و من همچنان در حالت تابستونی به سر میبرم. هنوز احساس سرما نمیکنم ولی یکم هوا سرد هست، ولی اینجا میگم تغییر دما رو کامل میشه احساس کرد و پوشش مردم محلی کاملا فرق میکنه. یه دفعه دیگه از اون حالت شلوارک و لباسای تابستونی وارد یه محیط زمستونی سرشه. هر کیو نگاه کنه کلاه و لباس گرم و خلاصه برای خودم هم عجیب بود. اینجا منطقه شهریه و با یه فاصله خیلی خیلی چند ثانیه کوتاه این منظره جذاب خدا با این سبت خونه هایی که اینجا ساختن، این اسبای خوشگل و سرسرده دیگه مایه هایی خیلی با حاله و دیزاین اتوبوس هاشون کره‌ایه. برای رفتن به کنار دریاچه باید بلیت بگیری، اگر بخوای میتونی این اسب سواریش هم رزرو بکنی که برای اسب سواری بری. برای محلیاشون 300، برای توریستا 600. هلو مادام، تانکس. و اینم ورودی جذابش، خیلی محیط خوشگل درست کردن اینجا، واقعا خوشگل. دو تا دور معماری خونه هایی که سبک اروپایی داره، مردم محلی که همه با کاپشن و لباس های گرم اومدن. وسایلمو گذاشتم اینجا توی این ایستگاه پلیسشون، بعد که سبک بشم کوله پشتی اینا خیلی وسایلم سنگین بود دیگه، شونام داشت داغون میشد. هوا یه جوریه، آفتاب پشت ابر، در این حال بارون میاد، حالش معلوم نیست چی به چیه، ولی بی نظیره. از اون حواس باید نفس بکش. یه مه خوشگلی گرفته اینجا رو. بریم یه ذره جلوتر. خیلی هوا دو نفر است آقا، اصلا چند نفر است، خیلی باحاله. نگاه کن، فقط دلت میخواد اینجا نفس بکشی، چقدر خوشگل این شهر. انتظارشو نداشتم. بریم جای دیگه شم هم دیگه ببینیم. Ha 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 ha.
Is for girl or boy? Yeah. Okay, what's the result? It's still not fine. Okay. Okay. Yellow boy. Girl? میشه استفادهش کرد. اینجا هم که بازار میوه سبزیجاتشونه، تربار موزای سبز و واسه یه غذا استفاده میکنه. یه سری میوهایی هست، اصلا من نمیدونم که چیه، ولی اینا انواع موزا رو دارن. از اینا یه خورشتی درست کرده بودن، خیلی خورشت تلخ بود، ولی مثل اینکه خودشون دوست دارن. و یه سری هم از این فلفلا، با اینکه خیلی کوچولوه ولی خیلی تنده. سبزیجاتشون مثلا اینا اصلا فرق میکنه با مال ما، یعنی هیچ کدوم از این سبزی ها نمیدونم اینا هیچ کدومش شبیه سبزی خودمون نیست. فقط این فقط یه دونه این گشنیزه، بقیه سبزی هاش همش با مال ما فرق داره. اصلا بامیه ها رو ببین، این بامیه ها، من بامیه تو این سایز اصلا ندیده بودم قبلا که همچین بامیه های اینجوری. و این کدو تنبل هاشون مثلا خیلی سایز، بخوای اندازه بگیری تقریبا اندازه یک کف دسته، خیلی سایز کوچیک. یه سری میوه هایی هست اینا قبلا امتحان کردم، جالب نبود، دوست نداشتم، ولی اینو اسمشو نمیدونم چه. Hello, what's the name of this? The name? No. اینم اسمشو نمیتونه بگه. اینم یه مدل از این میوه های ستاره ایه، یه حالت ترشمزه ای داره. و اینا چیزی که مزه تقریبا همون تمهندی های خودمون رو میده. هندونه هاشون هم برعکس هندونه های ما که هندونه های بزرگی داریم، اینا همش مثلا هندونه های کوچیکه، مثلا همش سایز یه نفر است، یه نفر دو نفر. اینجا هم که شبیه بازار ماهی های خود ایرانه که پر از ماهی های خشکه تماما، ولی خیلی